بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض و سلام و وقت بخیر خدمت محسنین عزیز، با جلسه دیگر از آموزش نرم افزار اتوکد در خدمت شما بزرگواران هستیم. در جلسه قبل راجع به انواع روش های وارد کردن نقاط در این نرم افزار صحبت کردیم، با هم یاد گرفتیم روش های کارتیزیان، پولار به دو روش مطلق و نسبی یا ابسولوت و ریلیتیو. به این جلسه قصد داریم خود شما تنظیمات مربوط به کنترل صفحه نمایشگر نرم افزار اتوکد یاد بگیریم که تقریبا سه دستور مهم زوم، پن و دستور چرخ فرمان یا هدایتگر فرمان شامل میشه که اینا هم به نویگیشن بار هستن. اگه در قسمت نویگیشن بار دقت کنیم، دستورات پنل، زوم و غیره وجود داره. دستور پن، دستور زوم و زوم فلایت منیو. خب روش اجرای دستور زوم، همونطور که جلسات قبل هم صحبت کردیم، برای اجرای یک دستور چندین روش متفاوت وجود داره. یکی از مثلا نیجگاه همه ذکر شده به کامان لاین تایپ کنیم. شما اگه در کامان لاین زوم یا حرف زد اینتر تایپ کنید، دستور زوم اجرا میشه. از منوی تول بار استفاده کنید، منوی ویو، زوم، دستور زوم اجرا کنید. از نوار ریبون ها، قسمت تب، نویگیشن پنل و دستور زوم اجرا کنید و یا شارتکات منیو رو رایت کلیک کنید. در صفحه ترسیم با رایت کلیک کردن هم به دستور زوم میرسید. دستور زوم خودی رو همینطور که اینجاگاه مشاهده میکنید از چندین زیر مجموعه تشکیل شده: Extend, Window, Previews, Real Time، که اینا آدم دونه دونه بررسی میکنه. وارد نرم افزار اتوکد میشه. خب روش اجرای دستورات، یک روش تایپ کردن در خط فرمانه. گفتیم که سرعت ما در این قسمت خیلی بالا میره اگه از این روش استفاده کنیم. حرف زده تایپ میکنه. میبینیم اولین گزینه‌ای که نرم افزار اتوکد پیشنهاد میده دستور زومه. با انتر کردن دستور زوم اجرا میشه. زیر مجموعه‌ای که گفتیم آل دینامیک، آل سنتر، داینامیک، اکستند، پرویوس، اسکیل، ویندو، آبجکت و پیشورزی هم ریل تایمه. یک روش اجرای دستور زوم بوده. روش دیگه از منوی ویو، قسمت نویگیت و زیر مجموعه اکستند یا زوم میتونیم به زیر مجموعه زوم دسترسی داشته باشیم. اکستند، ویدیو، پرویوس، ریل تایم و غیره و ساله. و قرار شد از ریبون ویو، منوی ویو، از منوی ویو و زیر مجموعه دستور زوم و زیر مجموعه های این سه روش. روش بعدی استفاده از نویگیشن باره که اگه ما اینجا این پیشورز زوم اکستنده، شما این دستور اجرا کنیم، کلیک کنیم رو از این زوم اکستند اجرا میشه. حالا زوم اکستند چه کار میکنه جلویتر صحبت میکنه. و اگه کلیک پایینی رو انتخاب کنیم، انواع زوم هایی که همون زیر مجموعه هایی که در دستور زوم وجود داره باز اینجا هسته که شما میتونید با انتخاب کردن یا پور فعال کنه. برای اینکه این دستور بیشتر جا بفته و مثال هم حل کنیم، میرم از یک نقشه ای که قبلا ترسیم شده از یک پلان آماده استفاده میکنیم. ما این پلان رو انتخاب کردم، باز شده از قبلا. خب ببینیم، من زد اینتر تایپ میکنم، زوم آل و خب پیشورز دستور زوم ریل تایم. شما اگه بلا فاصله بعد از انتخاب دستور مجددا اینتر انتخاب کنیم، اینتر بزنیم، ریل تایم اجرا میشه. میبینیم نمایانگر موس شما تبدیل به یک علامت ذره بین شده که یه علامت ذره بین چکار میکنه. اگر شما دستور کنسل شده دستور هستن و اگر شما کلیک چپ موس خود رو پی نگه داره و موس رو به سمت بالا حرکت بدین، دستور زوم این اجرا میشه. ما در حال زوم کردن. و برعکس از این، و اگه شما دوباره به سمت پی فشار بدید، کلیک چپ موس شما پی نگه داشته شده، دقت کنید و بیاین پی، دستور زوم آوت اجرا میشه. ما زوم این داریم رو به بالا و زوم آوت رو به پی.
دقت کنیم، بازم تکرار میکنیم، کلیک چپ ماوس پی نگذاشته شده. این از دستور ریل تایم. دکمه اسکیپ از کیبورد خود فشار میدم تا دستور کنسل بشه. میرم از ریبون استفاده کنم. خب همه زیر مجموعه داخل دستور از طریق کامل لاین هم دسترسی داره، به خاطر که به ترتیب باشه از اونجا استفاده میکنیم. اینجا ترتیب اینا فرق داره تا اون قسمت. دوباره زد اینتر، دستور زوم اجرا شد. زوم آل، شما وقتی زوم آل بزنید هر آنچه که در صفحه دراوینگ شما موجود باشه و ترسیم کرده باشیم شما اونا در یک صفحه نمایش میده. من این سرکل حذف میکنم، دوباره دستور زد اینتر و دوباره آل. ببینیم آل چی رقم شما میتونه انتخاب کنه. همین که میتونیم بیایی روی آل کلیک کنیم و رو انتخاب کنیم دستور آل اجرا بشه، بیایی که نه حرف ای تاب تایپ کنیم. ببینیم حرف کلمه آل حرف ای رو به صورت آبی رنگ کلمه که نشان دهنده اختصار او کلمه، شما آر اگه تایپ کنیم و اینتر بزنیم همون دستور زوم آل اجرا میشه. دیگه دایره ای نیه، فقط همینا ترسیم شده و دوباره همه اینا صفحه ترسیم مجددا نمایش داده میشه. خب بازم من دستور زوم اجرا میکنم. زوم سنتر. زوم سنتر چه کار میکنه؟ از شما میگه مرکز جایی که قرار زوم بشه رو انتخاب کنه و بعد از اون یک بزرگنمه یا یک مقدار از شما که چی محیطی رو پوشش بده. فرضاً میگم این مرکز پیش فرض اینجا یک عددی هستشون قبلا کار شده بوده، میگه چی باشه مقدار بزرگنمه یا ارتفاع از این، مثلا میگم 150. ببینید تا مقدار 150 این مرکز رو انتخاب کرد، مرکز دشتک و 150 محیط یا شعاع از این انتخاب کرد تا بزرگنمه یا دستور زوم اجرا. دستور دوباره زیر مجموعه بعدی زد اینتر داینامیک. ببینیم وقتی شما دستور داینامیک اجرا میکنه سه مستطیل در صفحه ترسیم نمایش داده میشه، مستطیل سبز رنگ، مستطیل آبی رنگ و مستطیل سفید. که مستطیل سبز رنگ بزرگنمه ای جری ما و شمانه، مستطیل آبی رنگ همون زوم آله که در دستور قبلی، و مستطیل سفید رنگ حالت داینامیک داره که شما میتونید یک متغیر جدید یا یک زوم جدید ایجاد کنید. ببینیم این زوم خوب تر میکنم، امتحان میدم، به زیمه میتونم میگم این قسمت قراره باشه با دستور اینتر این زوم جدید یا محدوده جدید برای زوم انتخاب کردم. دستور داینامیک میده. دوباره مجددا زد اینتر، دستور زوم اجرا شده. آل سنتر داینامیک مورد بررسی قرار داده. دستور اکستند، دستور پرکاربردیه. دستور اکستند با استفاده از این دستور تمام ترسیمات به گوشه های به صفحه دراوینگ ما و شما میرن و به بزرگترین حالتی که ممکنه نمایش داده بشن ما اونا رو مشاهده میکنیم. من اگه اکستند اجرا کنم مشابه دستور زوم آله، ببینیم تمام تصاویر این جیگاه برای من نمایش داده شده. فرض میکنم من بزی محیط یک دایره هم رسم میکنم. دوباره بزی حالت دستور زد اینتر ای انتر. ببینیم تمام تصاویر یا تمام ترسیمات همه در دراوینگ ویندو در حال نمایش دادن، او هم به بزرگترین حالت ممکنه. این از دستور زوم اکستند. مجددا زوم زد بلافاصله زد اینتر دستور زوم اجرا شده. پرویوس، پرویوس یعنی قبلیان. زومی که شما در مرحله قبل انجام داده بودیم مجددا برای شما نمایش داده میشه. دوباره اگه همو دستور اجرا کنم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تا 10 مرحله کار انجام میده. چطوران میته تا 10 مرحله زوم هایی که مراحل قبل شما انجام داده بودیم به شما نشان میده. دوباره زد اینتر و اسکیل. اسکیل دیگه از شما مقیاس میپرسه که چند برابر زوم انجام بوده. فرزند شما میگه یک مقداری وارد کن اگه زوم، اگه دو برابر وارد کنیم تا دو برابر زومر انجام بده. زد اگه 5 برابر وارد کنیم، اسکیل اس اینتر و مقدار مای 5 تا 5 برابر زومر انجام بده. بر اساس عددی که شما میده مقدار زومر انجام بده. زد اینتر
ویندو. به این قسمت از شما یک پنجره میخواهید که در اون محدود زوم رو انجام بدید. انتخاب کردن دو تا نقطه، نقطه اول کلیک چپ موس پایینه و نقطه دوم. ببینید دستور زوم رو انجام داد و اون محدوده ای که من انتخاب کردم برای بزرگترین حالت ممکن نمایش میده. زد، اینتر و آبجکت. قسمت آبجکت از شما یک موضوعی را انتخاب میکنه، میگه یک موضوعی را انتخاب کنه که ما او نموشون بودم یا زومر انجام بودم رو از بخاطر از اینکه موضوع انتخاب بشه فرضاً به این ریاست انتخاب میکنم و اینتر. ببینید همون موضوعی که انتخاب شد علامت سکشنه، همون موضوعی که انتخاب شده اگر به صفحه نمایش نشون میده و عملیات زومر انجام بده. ببینید زیر مجموعه های دستور زومر ما خودشان بررسی کردیم، تماماً All, Center, Dynamic, Extend, Previous, Scale, Window, Object. گفتیم که از چه طریق میتونیم به دستورات زوم دسترسی داشته باشیم، از منوی View, Zoom و زیر مجموعه هایی. عرضم به حضور شما شود که قسمت بعدی از تب View دوباره اینجاگا ما زیر مجموعه زوم داشتیم، یایی که از Navigation Bar هم میتونیم استفاده کنیم. خب نویگیشن بار پیش فرض زوم اکستنده که خیلی راحت میتونید به هر آنچه که در صفحه ترسیم شما رسم شده دسترسی داشته باشید و اونا رو مشاهده کنید که قابل تغییر هم هسته. و یک روش دیگه هم این بوده که با کلیک راست کردن روی صفحه دراوینگ شما دستور زوم مشاهده میکنید که میتونید زوم ریل تایم در حقیقت با بالا بردن کلیک علامت موس و پایین آوردن دستور زوم انجام بده. همچنین میشه که از تول بارد استاندارد هم استفاده بکنیم. اگه ما این تول بارد فعال کنم و بیارم جیگا میبینیم که دستورات زوم بعد زوم ریل تایم، زوم ویندو و زوم پرویوس این جیگا موجوده که شما میتونید از این آیکون ها هم استفاده کنیم برای عملیات زوم. تول بارز به شرطی که تول بارز آن هاید کنه و نمایش داده بشه. ولی یک نکته دیگه هم هست که خیلی ما استفاده میکنیم تقریبا از همه بیشتر از روش های اجرای دیگه دستورات زوم، قلتک موس ما شما ده. قلتک موس شما اگه رو به بالا بشه کنیم دستور زومین اجرا میشه و اگه رو به پایین بشه کنیم دستور زوم آوت اجرا میشه که خیلی از دیگه روش ها دسترسی هم آسان تره و سرعت عمل ما رو بلاتر میبینه با استفاده از کالتک مستقیم است. خب این از روش اجرای دستور زوم و زیر مجموعه های و قسمت بعدی که خود شما داریم برای کنترل صفحه نمایش همین کاری که من همین حالی انجام میدم دستور پن هسته. برای دستور اجرای دستور پن، اولا دستور پن چه کار میکنه؟ برای جابجایی صفحه استفاده میشه. شما وقتی دستور پن اجرا کنیم علامت موس شما به همچین حالتی در میایه به علامت کف دست که میتونیم صفحه ترسیم پر جابجا کنیم به سمت چپ، راست، بالا، پایین، هر جایی که تمایل داریم رو تغییر بدیم و چنانچه باز نیاز داشتیم دستورات زومر اجرا کنیم یا هر تغییراتی که نیاز باشه به ترسیم پر اونا رو اعمال کنیم. دستور پن چی رقم اجرا میکنیم؟ بازم روش های متفاوتی داره. تایپ کردن پی اینتر دستور پن اجرا میشه. میبینیم غلطک وسط ماست. فعلا دقت کنیم علامت دست انگشتا بازم و فعلا دستور پن اجرا نمیشه، یعنی دستور پن فعاله اما در حال اجرا نیه. چه زمانی دستور اجرا میشه؟ زمانی که شما کلیک چپ پی نگه دارید. میبینیم من کلیک چپ پی نگه داشتم، انگشتا به هم دیگه چسبیده شد، دستور پن در حال اجرای حاله. بالا پی هر جایی که دوست داریم میتونیم این جابجایی انجام بده. دوباره دستور پن در حالت غیر فعال یا غیر قابل اجرایه ولی هنوز فعال خود دستور هست، دستور کنسل نشده. تونم تغییرات انجام بده. دکمه اسکیپ میزنم دستور غیر فعال شد. خب روش دیگه کلیک راست کردن دوباره دستور میبینیم به همون دستور دسترسی پیدا کرده. نویگیشن بار دستور پن دوباره دستور پن قابل اجرایه و تغییرات رو میتونیم اعمال کنیم. از منوی ریبون، نوار ریبون ها، قسمت ویو، تب ویو و دستور
آخر قابل اجرای و استفاده از منو ویو قسمت پک، که البته اینجا چند تا زیر مجموعه داره که کاری که ما تا حالا انجام داریم و استفاده کرده همون ریل تایمه که بیشتر این کاربرد هم داره. بالا به سمت چپ راست هر جایی که تمایل داشته باشه میتونیم این تغییرات بیاره. حالا خاطر که توضیح داده بشه قسمت های بعدی پوینتر که شما نقطه میپرسید تا نقطه تعیین کنیم به صورت پن اجرا میشه، کاربرد کمتری دارن. پن لفت رایت آف دان، مثلا اگه لفت رو انتخاب کنم میبینیم صفحه ترسیم به اندازه پیش فرض در افزار وجود داره به سمت چپ جابجا میشه که میگم کمتر کاربرد دارن. خب روش اجرای دستورات پن رو بگفتیم، اما مانند دستور زوم استفاده از غلطک موس یک روش دیگه اجرایی دستوری که هم سرعت عمل شما رو بالاتر میبره هم روش دسترسی خیلی آسان تره. اگه یاد شما باشه غلطک وسط موس گفتیم که شما وقتی به سمت بالا یا پی اون میچر کنید دستور زوم این یا زوم اوت اجرا میشه، اما چنانچه غلطک وسط موس فور پی نگه داریم میبینیم دستور زوم در حالت اجرا در میایه و شما میتونه هم همزمان کادر غلطک وسط موس دو دستور پر کاربرد زوم و پنر اجرا کنه. فرضاً دایره کمال پن انجام میدم، میام این قسمت دستور زوم یا میرم الیویشن رو نگاه کنم دستور پن و این هم میام بشنگ وسط مشاهده کنم، این هم دستور زوم و پن استفاده از غلطک وسط موس ما و شما هسته که توصیه میشه از این روش استفاده کنیم. دستور بعدی که ما این بررسی قرار بدیم دستور استرینگ ویلز یا چرخ فرمان یا هدایتگر هست. خب از منوی ویو استرینگ ویلز انتخاب میکنه در صفحه ظاهر میشه، ببینیم همراه با موس شما جا به جا میشه، اینیه که یک جا حالت داینامیک داره، حالت استاتیک نداره که یک منطقه از صفحه فرسیم شما استاد باشه و روی هر موضوع هم که بره میبینیم به رنگ سفت رنگ در میایی که شما با کلیک کردن میتونیم بور انتخاب کنیم. فرضاً اگه من دستور زوم بره انتخاب کنم، دستور زمانی که انتخاب میکنم و جا به جا میشون غیر فعال میشه. برای دستورهای دستور زوم شما میگرم کلیک چپ ما میشه خود پین نگردم، حال دستور زوم در حال اجرا شدن ببینیم با سمت پین در واقع زوم ریل تایم داره انجام میده برای ما، به بالا زوم اوت، به این زوم این، ببخشید بالا زوم اینه با این زوم اوت، یا سمت بالا زوم انجام میده به این دستور زوم زوم اوت انجام میده. خب یا دستور پن به این دارم جا به جا کنم باشه در فرمان فرمان دستور چپ فرمان به شرطی که کلیک چپ موس ما و شما به پی قرار داشته باشه در حالت پی باشه. دستور پایین زوم هر کدومی که الان هر تصویری که میاد بشه فرزن من این الیویشن رو بخوام نگاه کنم با ساده شرط کردم این کار رو انجام بده. با دستور مثلا ریوایند میتونه صفحات قبلی از کارهایی که انجام دادیم زومهایی که انجام دادیم مثل زوم پرویوس، دستور زوم پرویوس ریوایند اونا حرکت کنیم و اونا رو ببینیم. دستور اوربیت میچر کنه که در دو بودی کاربرد نداره، بیشتر در محیط سه بودی کاربرد داره. خاطر از اینکه دوباره حالت اولی برگردیم و تابر انتخاب میکنم، البته بازم موضوعات رو بشه تیدمه این دکمه زبدر اگه بزنیم بالا انتخاب کنیم دستور چرخ فرمون بسته میشه و خلوز میشه. خاطری که اگه دقت کنیم میبینیم تقریبا 180 درجه موضوعات من چرخیده، من اونا رو به حالت اول برگردونم سی بالا این علامت انتخاب میکنم تا به حالت اولیه برگرده. از این قسمت هم دستور چرخ فرمان از نویگیشن بار قابلیت دسترسی داره، دوباره به همون موضوعات والک سنتر لوک و آپ و داون هم موضوعاتی هم که میتونیم انتخاب کنیم، اما اینا بیشتر در محیط سبودی کاربرد داره و خاطر که فعلا اینجگا و در از این موضوع هاشون رو باشیم اینجگاه زید کنیم تا کاربرد های بعدی رو باز سر فرصت خود به دسته قرار بده. این هم حالت های مختلف هست دستور چرخ فرمان، فرزن
این یک بیلدینگ را اگه انتخاب کنیم یک حالت در میاییم یه در کوچکترین حالت ممکن خود قرار داره، فقط 4 دستور بالک و آبودان و غیره داره. و اگه به این دیگری را انتخاب کنه ویو دوباره همه حالت شده تور بیلدینگ بیسیک ویو آبیت ویو حالت بیسیک که با 4 دستور داره اوربی ریوانس و شکتر اما اولی از همه کامل تر بود که این داره بیشون فول نویگیشن رو انتخاب کنیم و به صورت کامل یا فول رو میرسیم که من اینجا بود میرم تو نیازی رزیفا رزی دستون ندارم خیلی استفاده نمیشه در مورد فول بودی حالا میگم البته سلیقه یه بعضی ها تمایل دارن خود از این دستور استفاده میکنن بعضی ها تایپ میکنن به صورت و بعضی هم برای کنترل نمایش از تنها از قلتک و ساد موسو که استفاده میکنن که راه سریعتر و کاربردیتری هم هست. به صورت زوم خود شما بررسی کردیم از محل های مورد دسترسی که میتونی به دستور اجرا کنه ویو تب، نویگیشن پنل، ریبون ها و آپشن زوم. انواع زوم ها بررسی کردیم، ریل تایم، ویندو، ویوز، اکستند، اسکرین، آبجکت، داینامیک، آل، سنتر و غیره. دستور چرخ فرمان یا هدایتگره مورد بررسی قرار دادیم، روش های اجرای دستور پن، مجموعه ای دستوراتی که گفتیم برای کنترل صفحه نمایش استفاده میشه. خب اما از این جگاه به بعد ما این کادر شما دستورات ترسیمر مورد بررسی قرار بدیم، دراوینگ تولز. خب از دستور لاین شروع میکنیم، تمام این دستورات در محیط دراو قرار دارن که برای ترسیم از اونها استفاده میکنیم. از دستور لاین گفتیم استفاده، دستور لاین برای ترسیم پار خط استفاده میشه. خب همینطور که همینجا میبینیم برای اجرای دستور لاین از متدهای مختلف میتونیم استفاده کنیم، نوار ریبون ها، هوم تب، دراو پنل و دستور لاین یا منوی دراو، دستور لاین یا از تول بارز دراو آیکون لاین رو انتخاب کنیم و یکی در خط فرمان حرف ال تایپ کنیم تا به دستور لاین برسیم. وارد محیط نرم افزار خواه میشه، خب از اینجا شروع میکنیم. ببینیم حرف ال اگه میتونی کنیم، البته دستور لاین قبلا هم کادر شما استفاده کردیم در جلسه دوم زمانی که قرار بود یا روش های وارد کردن نقاط در نرم افزار رو تگرد بررسی میکردیم از این دستور استفاده کردیم، ولی خب من باب یادآوری دوباره دستور اجرا میکنیم. دستور لاین حرف ال تایپ میکنیم، ال اینتر، دستور لاین اجرا میشه. زمانی که دستور اجرا میشه از شما یک نقطه میگه فرست پوینت، ابتدا نقطه اولیه تعیین کنه. خب روش های وارد کردن نقاط یاد گرفتیم، میگم نقطه اول میباشه 10 و 10 مختصات 10 و 10 میگه نیکس پوینت معلوم کنه، میگم نسبت به نقطه قبلی ایکس همه تغییر نکنه، ما یک خط صافی رسم کنم، یک بار خط صافی رسم کنم مستقیمی به طول 10 ایکس و 10 تغییر کنه و وای و هیچ تغییری نکنه. ادساین آوردم به خاطر که دارم از روش ریلیتیو استفاده میکنم. اینتر. خب میگه دوباره نیکس پوینت، ببینیم دستور لاین کنسل نمیشه، شما میتونید چندین خط متصل به همه ترسیم کنیم. اگه ما از دستور بیرونشیم دکمه اسکیپ فشار میدیم تا دستور کنسل شه. ببینید به کامان لاین شما اسپسیفای فرست پوینت، اسم اینجا رو معلوم کنم، کامان لاین اسپسیفای فرست پوینت نقطه اول میگه وارد کنه 10 و 10، اسپسیفای نیکست پوینت نسبت به نقطه قبل 10 تا جلو بره ایکس و وای تغییر نکنه 3، اسپسیفای نیکست پوینت اور نقطه بعدی که شما کنسل انجام دادید. سه کاری که شما انجام دادید به کامان لاین گزارش داده شده. خب موضوع با صفحه ترسیم موجودیه، از دستور زوم اکستند از نویگیشن بار استفاده میکنم. میبینیم خطی که شما ترسیم کرده بودیم و مختصات 10 و 10 شروع و به طول 10 ترسیم شده.
روش های اجرای دستور یکی از کمان لاین بوده استب هم منو جراب دستور لاین میتونیم اجرا کنیم. دوباره میگه specify first point میگم این دفعه 20 و 10 ما از این نقطه ترسیم پر شروع کنم x و 20 و y هم 10. خب نقطه بعدی میگم بیای اینجا شفتر تغییر میکنه x و 10 تا و y هم 10 تا میگم ادسان 10 و 10 روی محور x 10 تا بره جلو روی محور y هم 10 تا بره جلو میبینید به اون نقطه برسیدن دستور لاینر داره میخواد شما کار میکنه. دکمه اسکیپ میزنم تا دستور کنسل بشه. از منوی تول بارز هم میتونیم این دستور اجرا کنیم دستور لاین و از منوی ویو ببخشید منوی درا و دستور لاینر اجرا کنیم میتونیم دستور اجرا باشه specify first point first point که شما چند باشه تازن x 10 و y 20 first point همه باشه نسبت به نقطه قبل ما برسیم به زیر دیگاه میگم x همه 20 تا relative دقت کنه همه دستور از مطمئن اجرا کنه relative 20 و y هم تغییر نکنه ببینیم به این نقطه برسیم دو دنیم اسکیپ میگه از کیبورد رو فشار میدم تا دستور کنسل میشه. نکته دیگه ای که مهم به اینجگاه بگم و باز سر فرصت هم توضیح میدیم دستور لاین رو مگه اجرا کنم specify first point فردن از اینجگاه مهم یه نقطه اول رو کجا باشه. نقطه اول هر جا که مایه باشه ما هم یک زمینی رسم کنم به طول 10 متر و عرض 8 متر فرزن ببینیم زمانی که دستور لاین اجرا میکنیم یک خاصیتی داریم ما در اتوکد به اسم خاصیت ارتومود که با کلیک میان بوریم F8 شما اگه F8 از کیبورد خوب فشار بدین ببینیم دستور لاین دیگه به صورت هوریزنتال و ورتیکال نمایش داده میشه. شما یعنی فقط میتونید خط راست رسم کنید خط مستقیم. دوباره من F8 فشار میدم تا ارتومود من آفشه خاموش بشه. ببینیم حالا میتونیم هر زاویه که دوست داریم و هر خطی که دوست داریم با هر زاویه رسم کنیم. من میام F8 فشار میدم دستور ارتومود فعال باشه. اگه یاد شما باشه یکی از روش هایی که برای وارد کردن نقاط بوده گفتیم که امتداد خط معلوم کنیم و فقط فاصله رو وارد کنیم زیر روش خیلی راحت تر دیگه نیازی نیست که من x و y بودم یا نسبی کار کنم. به زیر راستا میگم 10 به زیر راستا میگم 8 قرار بود یک زمین وارد کنم به زیر راستا 10 و به زیر راستا 8. دوباره یک دستور دیگه یک زیر مجموعه دیگه که قبلا هم صحبت از این کردیم شما اگه قرار یک چند ضلعی بسته رسم کنیم آخرین خط نیازی نیست دیگه ابعادی رو وارد کنیم یا اینکه اندازی رو وارد کنیم دستور کلوز رو بزنیم زمین شما ترسیم میشه یا محیط چند ضلعی بسته شما ترسیم میشه. ببینید یک بار دیگه دستور L Enter specify first point اینجاست دستور F8 فعال اوتوموت آنه در حال روشن فقط میتونم خط مستقیم رسم کنم در هر راستایی که نیاز دارم در راستای x 10 واحد در راستای y 8 واحد در راستای دیگر x رو به دنبال 10 واحد و دستور c که بسته میشه. ارتومود از نوار وضعیت یا استثوس بار هم قابل دسترسی. ببینیم ارتومود کلید میان بوری و F8 وضعیتی هم آن دستور ارتومود کلید میان بوری و F8 و وضعیتی هم آنه. میبینیم به صورتی که فعال باشن به حالت آبی رنگ هم میارن تو میل غیر فعال میکنم زمین رو دوباره specify first line این دستور رو لاین اجرا میکنم specify first line اینجا باشه ما همون زمین رو رسم کنم. حالا میبینیم اگه من کوچکترین اشتباهی کنم نمیتونم خط راست رسم کنم. من مثلا فرض کنم اینجا من اگه رسم کنم دستور رو زوم رو انجام بدم میبینیم مثل بسید خط کمی فاصله داره و نتونه صاف رسم نشده با یک زاویه هرچند کم اشتباه دارم که اگه خب خطوط ادامه بودم اشتباهات من در مجموع اضافه میشه و زیادتر میشه در نهایت یک رسم نادرستی انجام بده. آن دو یو
specify first one میگم نسبت به نقطه قبلی 10 و 0 نسبت به نقطه قبلی 0 و 10 نسبت ببخشید نسبت به نقطه قبلی اد ساین 8 و 0 x و 8 و y و نسبت به نقطه قبلی منفی 10 x 10 دنیای به دنبال و y هم 0 و در نهایت c کلوز تا چند زل ببینیم روش های متفاوتی بودن. لاین جز پرکاربردترین دستورات در نرم افزار اوتوکد خیلی از او استفاده میکنیم و اولین دستوری که معمولا از دستورات ترسیم و شما اونا دوری یاد میگیریم. دستور بعدی که قصد دارم اون مورد بررسی قرار بدیم دستور اکس لاینه. اگر پنل دراو علامت روی پین رو انتخاب کنیم میتونیم به دستور اکس لاین دسترسی داشته باشیم. اکس لاین خب اگر چند ثانیه روی دستور استارت باشیم یک توضیح مختصری از دستور برای ما میده. کانستراکشن لاین کرد ا لاین آف اینفینیت لینکس خطی با طول نامحدود برای ما به وجود میاره یا رسم میکنه. یا با این دستور ما میتونیم خطوط نامحدود دو سر نامحدود داشته باشیم. کاربردی که همونطور که مشاهده کنیم برای بعضی از خطوط راهنما یا خطوط ترسیم استفاده میشه که بعد از ترسیم میتونیم اونا پاک کنیم. یک روش اجرای دستوری که از تب هوم پنل دراو دستور اکس لاین اجرا کنیم. منوی دراو کانستراکشن لاین دستور اجرا میشه. میبینید اکس لاین اسپسیفای ای پوینت اور چند تا زیر مجموعه داره. از تول بارز میتونیم استفاده کنیم کانستراکشن لاین یا اکس لاین اجرا کنیم و یک تایپ کنیم حروف اختصاری و XL برای اجرای دستور Construction Line XL اگه تایپ کنیم دستور اجرا میشه. خب از شما میگه که Specify a point or Horizontal, Vertical, Angle, Bisect and Offset. شما اگه خط اول نقطه اول معلوم کنیم میگه نقطه بعدی را معلوم کنیم فرزن اینجوا این انتخاب میکنم. یعنی دستور F8 یا اوتومات به آفه اگه F8 رو خود فعال کنم دیگه فقط میتونم خطوط عمودی یا مستقیم رسم کنم. دوباره اگه دستور اجرا کنم F8 فعاله بعد میتونم خطوط عمودی رسم کنم. خطوط گفتیم همونطور که قبلا مشاهده گفته شده نامحدوده، یعنی هر چه شما زوم آوت انجام دهیم به انتهای خطا نمیرسه و ما دستور زوم اکستند اجرا میکنم تا رو موضوعات اصلی برسه. اینا رو انتخاب میکنم و پاک میکنم. این زیر مجموعه از این دستور چیه؟ خب دستور اکس لاین اکس انتر اکس ال انتر دستور کانستراکشن لاین اجرا شد. هوریزنتال خط افقی برام رسم میکنه هر جایی که کلیک کنم. دستور دوباره کنسل میکنم اجرا میکنم. ورتیکال دستور عمودی خطوط نامحدود عمودی برام اجرا میکنه یا رسم میکنه دستور اجرا میکنه. یکی از راه های اجرا کردن سریع تر دستورات دکمه ریپیته، یعنی شما وقتی قرار دستوری که اجرا میکنیم دوباره پشت سر هم اجرا بشه قبلا اجرا شده برای بار مجدد قرار اجرا بشه از ریپیت میتونیم استفاده کنیم. نیاز اینیه که دوباره بریم شما اینجا کانستراکشن لاین رو انتخاب کنیم یا اینکه اینجا کانستراکشن لاین رو بنویسیم. صورت عمل شما اینکه بالاتر میره. دکمه ریپیت چیه؟ چه رقم اشتباه میتونیم رو دسترسی داشته باشیم؟ از منوی از کیبورد خو کیبورد کامپیوتر خو اگه دکمه اسپیس فشار بدیم ببینیم دستور اجرا میشه. من دوباره دستور کنسل میکنم اسپیس کیبورد خو اجرا بدیم دستور قبلی مجددا اجرا میشه. یک روش که خب روش سریعتر ساده تریه و روش بعدی کلیک راست کردن و انتخاب ریپیت. گزینه اول میبینیم نوشته ریپیت اکس لاین دستور قبلی مجددا برای شما اجرا میکنه. چون من جگه قرار چند بار دستور ریپیت اکس لاین رو اجرا کنم کانستراکشن لاینه دیگه نمیرم هر سری یا از تول بورد یا از دراو یا داخل کامان لاین تایپ کنم اکس لاین.
برای بار اول از اون روش ها مجبوریم استفاده کنه، اما برای بار مجدد پشت سر هم که قراره یک دست و چندین بار اجرا بشه، دقت کنید، تکرار میکنم، پشت سر هم میتونیم از ریپیت استفاده کنیم. من اسپیس فشار میدم، دستور ایکس لاین اجرا میشه، انگل شما میتونید یک خط دو سر نامحدود با زاویه‌ای که دوست داریم در رسم کنیم، زاویه‌ای که تمایل داره، باعث یک نیم ساز دو تا خط رسم میکنم. من دو تا خط اینجا با رسم میکنم، فرشت خیر فعال میکنم که باشه، ما بقیه کات میکنم فلمتر شه سفن ترسیم. نه قرار یک خط نامحدود رسم کنم که نیم ساز دو تا پار خط باشه. دستور ایکس لاین ببینیم دیگه، مگر این دفعه تایپ کنم، چون قبلا یک دستور به اسم دلیت یا پاک کردن اجرا کردم، نمیتونم از اسپیس استفاده کنم. ایکس لاین قرار نیم ساز رسم کنم، میگه specify angle vertex point، نقطه اول رأس خطوط شمانه، نقطه بعدی انتهای پار خط اول و انتهای پار خط دوم. ببینیم نیم ساز از دو تا رسم کنه، فرضاً ما نیم ساز از دو خط هم باز رسم کنه، ابتدای اولی و ابتدای انتهای اولی و انتهای دومی. اسکیپ میزنم، دو تا نیم ساز میبینیم، یک نیم ساز پار خط و یک نیم ساز پار خط اولی و خط بی انتهای اولی رسم شده. اسپیس فشار میدم و دستور آفست هم اینجا هست. آفست یعنی چی؟ باز آفست سر جایو مفصلا توضیح میدم، مختصرا اینجا میگم که آفست یعنی کپی موازی، یعنی موضوعی که شما داشته باشین اگه دستور آفست اجرا کنیم از اون موضوع کپی های موازی برای شما انجام میده و رسم میکنه. من دستور آفست اجرا میکنم او اینتر. فاصله رو میگه چه فاصله، در چه فاصله قرار کپی انجام بده، شما او فاصله رو تایپ میکنیم، مثلا میگم نگاه در فاصله 10. خب موضوعی که قراره از اون کپی موازی انجام بشه، البته دقت کنیم جدا کپی موازی نیه دیگه، قرار یک خط نامحدودی به فاصله شما تعیین کردیم آفست رسم میشه از همون موضوعی که شما انتخاب میکنید. موضوع میگه انتخاب و لاین رو انتخاب کنم، این لاین رو انتخاب میکنم، لاین انتخاب شد، میگه کدوم سایت طرف جهت رو به معلوم کنم، اسپسیفای سایت تو آفست، جهت معلوم کن تا ما عملیات آفست انجام بدم. اگه بالا رو انتخاب کنم ببینید آفست به بالا انجام شد. دستور هنوز در جریانه، شما اگه دوباره این خط رو انتخاب کنید، دوباره سایت این طرف انتخاب کنید، دستور آفست اجرا میشه. ای که این موضوع انتخاب کنید دوباره بالا دستور آفست میتونید ادامه بشه. اسکیپ فشار میدم تا دستور کنسل شه. موضوع بعدی یا دستور بعدی هم که مشابه همین دستور کانستراکشن لاینه، دستور ریه. دستور ری تفاوت خود کانستراکشن لاین اینه که خط نامحدود از یک انتها رسم میکنه، یعنی شما نقطه اولی که انتخاب کنیم محدود انتهای اونه، ولی ابتدای اونه، ولی سمت دیگه انتهای معلوم میه دیگه، نامحدود تا جایی که رفته. ببینید من نقطه اول انتخاب میکنم، نقطه دوم، سوم، موضوع سارو قدر چند تا خط نامحدود رسم کردم که ابتدای اینا معلومه ولی انتهای اینا که مشاهده میکنیم نامحدود. این هم از دستور رین. دستورات لاین، لاین کانستراکشن لاین و ری ما برای شما توضیح دادیم و کار کردیم. برای این جلسه فکر میکنم کفایت میکنه، شما خداوند منان میسپارم تا دیداری مجدد.